نمایش‌های حکومتی روز قدس با زوزه‌های ترس و وحشت از تحولات منطقه و جنگ و جدال درونی رژیم بر سر شکست برجام همراه بود. در نمایش حکومتی رژیم در روز جمعه در بیرجند، آخوندک جلاد ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود با حمله به آخوند شیاد حسن روحانی در مورد شکست برجام گفت: چقدر رهبری حکیم ما فرمودند من به اینها اعتماد ندارم، ولی بعضیا گوش نکردند، تا تجربه کردند فهمیدن نه آقا درست میگفتن، فریاد زدند من به اینها اعتماد ندارم. بله اینا میان امضا میکنند، اما چند سالی رئیس جمهور دیگه میاد تو امریکا، رئیس جمهور نادان بیخرد، میگه کی گفته که این قرارداد امضا بشه؟ میگن آقا ایران اسلامی به تعهداتش عمل کرد، ما پیش پرداخت کردیم، تعهدات عمل شد. میگه باشه عمل شده باشه. آخوند علم الهدا نماینده و امام جمعه خامنه‌ای در مشهد در واکنشی ترسان از مخالفت عمومی با نمایش های دجالگرانه موسوم به روز قدس و سیاست های جنگ افروزانه خامنه‌ای گفت: میگویند روز قدس به ما چه و چرا ما دنیا را علیه خودمان تحریک میکنیم؟ نکته اول که روز قدس جریان فلسطین به ما چه؟ یه دعناصر ضعیف الایمان یا یه عده افراد ناآگاه گوشه و کنار این روزها خیلی زمزمه میکنن که با این گرفتاری های شدیدی که ما در داخل کشور داریم بیام مسائل یک کشور یه مملکت دیگری رو مطرح کنیم و اونها رو به عنوان مسئله خودمون و حادثه خودمون مورد توجه قرار بدیم و قدرت‌های استکباری و شیطانی دنیا رو علیه خودمون تحریک کنیم. این حرفی است که زمزمه مسمومی است که در گوشه و کنار نواخته می‌شود. بعضی هم میگن خب آقا الان شما 40 ساله دارید روز قدس تظاهرات میکنید، خب چی شد؟ مگه با لفظ و با شعار میشه به جنگ دشمن، اونم نه یه روز نه دو روز، 40 سال هر روز جمعه آخر ماه رمضان هی ما شعار بدیم، اونم فلسطینی‌ها رو بکشن، خانه های غزه رو خراب کنن، بر سر مردم آتش بریزن، ما فقط در مقابل داریم شعار میدیم. آخوند صدیقی امام جمعه خامنه‌ای در تهران نیز آخوند روحانی را به خاطر شکست برجام سرزنش کرد و سعی کرد خامنه‌ای را که آغازگر مذاکرات بوده تبرئه کند. اما مسئله مذاکره با آمریکا، خب در سال 92 زمزمه مذاکره شروع شد و عده‌ای رفتن نشستن صحبت کردن رفت آمد، علی‌رغم هشدارهای خیلی صریح و شفاف مقام معظم رهبری که به دشمن اعتماد نکنید، از دشمن تضمین بگیرید، به لبخندهای اونها فریب نخورید، قضیه فرجام بدون هیچ تضمینی انجام شد و مسئله مذاکره فلسفهش لغو تحریم بود، اونم همه تحریم، شعارها، سخنرانیها، میتینگها، چقدر سر و صدا کردن لغو همه تحریمها. خب کو نه لغو تحریم شد، بلکه تحریمهای بعدی هم در زمان اوباما هم اضافه شد به این اروپاست که باز همون راه رو می رود، نه تنها جبران نکرد خسارت ها رو، نه تنها با عهد شکنی امریکا مقابله نکرد، به یک تأسف می خوریم بسنده کردن و به فرمان امریکا که تازه اجازم داده بود معامله نفتی با ما داشته باشن، معامله نفتی هم با ما نکردن، بروید به مراکز تولید سر بزنید، در حال جان دادنن. این وضعیت ارضی، دو تن از کارشناسان کاخ سفید از اقتصاددانهای امریکا تصریح کردن کاری که ما کردیم در مورد ارز، قیمت ارز را به جایی رسوندیم که برای
مدیریت این چنینی مشکل ساز خواهد شد. آن امید بستن به اینها. ما امروز واقعا این بی‌ارزش دادن پول ملی ما یه سرفکندگی ما هم در داخل و هم در خارج و بحران گرانی ها هم کنترل نشده. پاستور علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع در سخنرانی خود در جامع بازار تهران با تکرار حرف خامنه‌ای در مورد مذاکره گفت این نحوه مذاکره مد نظر آمریکا همون امتداد عمل تحریم آنهاست. امسال قدری شرایط متفاوت هست از چند جهت. یکی از نظر توطئه‌های پیچیده‌تری که آمریکا و دنباله‌هاش در منطقه داره دنبال میکنن. مذاکره مجدد چه معنا دارد؟ ضمناً این چه مذاکره ایست که اول شما تحریم‌های گسترده رو نسبت به ملت ایران وضع میکنید و بعد میگوید مذاکره؟ این نحوه مذاکره همون امتداد عمل تحریم اونهاست. چه مذاکره ای؟ این مثل این میمونه یه مش دزد بیان یه خونه ای رو اموالشون رو بگیرن، وقتی اموال رو گرفتن در بزنن یعنی حاج آقا اومدیم مذاکره کنیم. چه مذاکره ای؟ اگه میخوای مذاکره اموال رو پس بده برو، اگه مذاکره لازم نداره. ما روی مسئله دفاعی کشورمون حاضر نیستیم مذاکره کنیم چون راهی غیر از این وجود نداره. خودشون میگن ما به زور متوسلیم. پس این شعار مذاکره پوچ است. همون که طوری که رهبری معظم فرمودن اقدامات متقابل علیه ستم آمریکا در بحث اتمی آغاز شده، مستمرن هم ادامه خواهد یافت تا سر عقل بیان. در مورد قدرت موشکی و برد آن هم چرا باید مذاکره کنیم؟ مگر با دشمنان ما در این زمینه شما مذاکره کردید؟